نگیر محمود. تو این وضعیت خوب نیست. تو هر وضعیتی خوشگلی. تو خصوص میدونی که خوابیدن تو من خیلی دوست دارم. همونی که میگی، سرخپوست خوب، سرخپوست مرده. بهترین زنم زن خفته است. یکی رو قبل زنش نوشته بود اینجا همسرم آرامیده است، بگذارید بیارامد، چون هم او راحت است و هم من. چه مرد بیمزه ای. تو هیچ وقت تو شوخیات ظرافت نیست محمود. همین که این وقت صبح آدم بدون خوردن یک چای یا قهوه حال شوخی کردن داشته باشه این ظرافت. حالا یه چایی بریز بخوریم. ولی خوب خوابیدی ها امیر، از که تمام مدت خواب بودی. همش خوابای پریشون دیدن. خب تو که از اصولا آدم پریشونی هستی، ولی راستی آدم نمیتونه بخوابه دیگه. پیش از سفر فکرش هزار جا کار میکنه، نکنه یه چیزی فراموش کنه، یه چیزی یادش بره. محمود یادم رفت به خانم بدیهی بسپرم بسته رو از دیه چل بگیره. دو ساعتی شب براش نامه نوشتم بسته رو بگیر بده به زهره. یادم رفت بچسبونم به در خونش. من بهش گفتم اگه بره در خونه بهش میدم، اما کاشی خودت بهش میگفتی. اتفاقا خوب شد که تو گفتی، اون رابطهش با تو خیلی بهتره تا با من. اصولا همیشه رابطه خانما با آقایون بهتره. خب رابطه آقایون هم با خانما بهتره، ولی با همسایه آدم باید رابطه درستری داشته باشه. تو که نیستی ببینی اون به من چه گوشه کنایه هایی میزنه. تو فکر میکنی همه باید دشمنن؟ اصلا این فکر رو نمیکنم. ولی اون گاهی وقتا یه چیزایی به من میگه، مثلا نمیدونم چی جوابش رو بدم. مثلا من هرچی برای تو تعریف کنم میگی اون که منظوری نداشته. خب یعنی میخوای تعریف کنی دیگه. اگه بگم تعریف نکن بازم میکنی. پس حالا بگو که تو راه خوابمون نبره. عکاسی میذاره تو بخوابی؟ چند روز پیش از خرید اومده بودم، تو راپله منو گیر آورده، گفته بیا برات این ماجرا تعریف کنم. حالا با اون وضعیت و کسایی ببینم، این خوابه یا واقعیته؟ واقعیته. گفتش که آره نگینو تو درمونگا دیدم، به هم گفتش سلام خوبی. حالا با همون خنده های خودش دیگه، میدونی که چطوری، خانواده خوبن، بچه ها خوبن. گفتم بچه؟ من که بچه ندارم. من که نفهمیدم، کی گفت بچه؟ بابا جان نگین خانم بدیو تو درمونگا میبینه، بهش میگه سلام خوبی چطوری بچه هات خوبن. من الان دارم به جای خانم بدی حرف میزنم. بعد من با چنان تعجبی گفتم که من که بچه ندارم، اصلا بچه دار نمیشم. گفت راست میگی، چرا دوا درمون نکردی؟ گفتم چرا کردم، اون تو هیچی فایده نداره. گفت دکتر رفتی؟ گفتم آره دکترم رفتم. میدونی به هم چی گفته؟ گفته تو شوهر نکنی بچه دار نمیشی، برای اینکه بچه دار بشی باید اول شوهر کنی. فهمیدی؟ آره فهمیدم. با مزه است. فقط با مزه است؟ خب پس چیه؟ خب من تو اصلا اینجور چیزا رو نمیدونم. بابا خواسته یه چیزی بگه، خودشم نفهمیده چی گفت. بهت میگم منو یک کاره تو اون وضعیت نگه داشته که برای من این ماجرا رو تعریف کنه. به نظر تو هیچ منظوری نداشته؟ چه منظوری؟ داستان بامزه خواسته تعریف کنه دیگه. منم ممکنه اینو برای یکی دیگه تعریف کنم. تو اصلا این تیرایی که گاهی وقت زن رو به هم پرتاب میکنن شما مردان نمیبینی. من که اصلا نمیبینم. عجب قشنگه. منظره رو ببین، چه نوری روش افتاده. چقدر زیباست. آره خیلی زیباست. حتما ازش یه عکس بگیر. نه به درد عکاسی نمیخوره. آدم از هر چیز زیبایی که عکس نمیگیره. مگر اینکه تو باشی. حالا نتیجه؟ نتیجه اینکه هر وقت به من میرسه به من یه بد و بیرایی میگه. نگین که میدونه که خانم بدی 30 و چند سالشه و شوهر نکرده، پس طبیعیه که بچه نداشته باشه. بریم باید برای چی برون این موضوع رو تعریف کنه؟ من نمیتونم بیشتر از این به تو توضیح بدم. یا تو خنگی یا اینکه مخصوصا دوست داری همیشه حمایت کنی از طرف مقابل. بابا بچه دار نشدنمون که عمدی نیست. حالا هم که داریم میریم مشهد. ببینم راستی مادر فرهاد حاجتشو گرفت؟
شد یاد اون افتادی. چی آخه؟ اینا فکر میکنم با این کارا دخترشون برمیگرده. تو که اینجوری فکر میکنی چرا این سفر رو قبول کردی؟ نمیدونم. شاید معجزه. شاید هم عکاسی. محمود مواظب باش. چیکار کردی؟ نمیدونم. یهو هول شد. چرا نمیری؟ عجیبه. ماشین روشنه ولی حرکت نمیکنه. اصلا اینجا کجاست؟ اینجا که جاده اصلی نیست. تو داشتی کجا میرفتی؟ کجا بخوایم بریم؟ منم این جاده رو تو نقشه پیدا نکردم. تو این بیابون برهوت حالا ما چجوری نجات پیدا کنیم؟ بابام شب زنگ میزنه نگرانمون میشه آخه. بیا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. یه استارت بزن. چی شده؟ نمیدونم. بعد عیبشو پیدا کنم. تا تو به این ور میری من میرم کمک بیارم. کجا میری؟ مامانه چی میگفت؟ بارش ایشه کجا میری؟ تو بیا تو ماشین بشین من میرم میارم کسی رو. جانت هم ببند دورت. هوای کبیر موزی ها. تا چی شده؟ خورده به این جایی نمیدونم. علیکی سلام. این طرف ها یه تعمیرکار پیدا میشه؟ نه پیدا نمیشه. هیچ کس نیست. همه رفتن. زواری؟ آره. ولی ماشینم خراب شده. دیدم پیاده از این ور داشتیم میامدیم. چرا از این جاده؟ راه رو گم کردم. تا نزدیکترین شهر چقدر راهه؟ پشش فرسخ راهه. یعنی هیچ کی اینجا نیست به ما کمک کنه؟ نه خیلی هیچ کس نیست. همه رفتن. اگه برین قله فیض الله باشه کار اوه. کجا؟ قله. صدای موتور که صبح نشنیدن. حالا بریم فعلا قله او را پیداش میکنیم. همین کوچه بریم. نه طلبیده. چی مادر؟ جاده به اون صافی که گم کردی. ماشین انگه خراب شده. پس نه طلبیده. تنها اومدی؟ نه.
وایسا. سلام استاد، خسته نباشید. سلام آقا، بفرمایید. بقیه مردا کجان؟ مردا؟ ساکت داشتم چی میگه؟ با کی کار داری؟ مردا همه رفتن، فقط ما موندیم. به من گفتن یکی اینجاست که میتونه من را گفتن. حالا آقا کارتون چی هست؟ شما که نه، یه مکانیک، یه راننده، یکی که یکم وارد باشه. ماشینمون بالا خراب شده. همون منو گفتن. ماشینت چی هست؟ بلیزره. شما مکانیکی؟ یه چیزایی بلدم. چی شد که وایستاد؟ والا نمیدونم، یهو استاپ کرد. سلام علیکم. مشکل برقی داره؟ نه نه. یهو یه آهو پرید جلو، افتادم تو گودال. دیگه روشن نشد. آهو؟ تو این بیابون؟ میرین یه خورده باید صبر کنی، یه کار دارم انجام میدم با هم بیاریم، اشکال که نداره. میریم ما. بیا صفی، کتاب فارسی تو بردار، بیا دفترت هم بیا، میری از روش رو نویسی میکنی. حواستم به این زمان برسه باشه، نکنالتر منو خبر کنی. یا بودو برسو بودو. پیگونی حامل است، دو روزه نمیتونه خودش خلاص کنه. بفهم اینا. ننه جان، ننه جان، آقا کار داره، من باش میرم. صفی رو نشوندم پای گوسفند، چشمت سرش باشه. مگه همیشه نبوده؟ مادر دیگه. بفهم آقا بشه. آره کجا میری؟ میرم. کجا میری؟ ماشین دوستمون رو تعمیر کنم. مهربان، مهربان، دفتر رو جمع کن تا من برگردم. مشکل خاصی به نظر نرسید؟ من که سردر نمیارم. روشن میشه ولی راه نمیره. روشن میشه راه نمیره. عجب. سلام خانم. سلام. شون آقای پریخانی معلم ده. خانم هم قبلا شاگرد داشتن. بازنشستن الان؟ نه خیر، دکتر کار سخت براشون ممنوع کرده، فعلا بنده شاگردشون هستم. معلم راهن دیگه شما که نبودن. اوه اوه اوه، چه خبر این زیر؟ کجا انداخته اینو؟ چرا اینطوری شد اون پایین؟ یهو پیچیدم که بهش نخوره. نمیدونم والا، اینجا و آهو. پس اون چی بود؟ شاید خیال میکنی. نخی نه خودم دیدمش، آهو بود. شاید هم بوده و حضرت زامنش شده. اوه، این یه روز تموم کار داره، باید بذاریدش با قطار برید. یعنی بذاریمش اینجا؟ آره. شما گفتین عجله دارین، ایسکا نزدیکه، این هم جاش امنه، خیالتون راحت باشه. نمیشه، باید بریم. چجوری من راش بندازم؟ پا گاردونشو باز کنیم ببریم شهر، تراش بدیم بیاریم، شب شده. ما مجبوریم بریم. حالا دست بیکار بشنم ببینیم میرسیم یا نه. شما جک دارین؟ داریم ولی خرابه. خودم بیکارش میکنم.
امیدوارم فقط همین یه عیب داشته باشه. اینجا مکانیک نداشت؟ نه ولی به نظر آدم واردی میاد. حالا چه به از این جاده اومدین شما؟ خب من عکاسم. خب باشین، این جاده متروکه هستش. شما هم معلم هستید هم مکانیک؟ آره مکانیکی هم بلدم. میدونید خونم تو شهره، من هم که هر روز باید این راه رو بیام و برم. همیشه هم یکی دو ماشین هست که تو راه مونده و کمک میخواد. گفتم چه بهتر همین سوابی بردن، همین که یه درآمدی. خلاصه منظوری ندارم، قابل نداره. بازش کنم خودتون میتونید ببرید دیگه. آره ولی من مسائل ماشین هیچی سرم نمیشه. پس باید با هم بریم. تو میتونی اینجا بمونی؟ تو که؟ ما برگردیم. اینجا چرا بمونم؟ بهتره برن مدرسه. شما هم گفتین قبلا معلم بودن. خیلی خوبه. چی خیلی خوبه؟ این پیشنهادی که راجع مدرسه داد دیگه. واسه خودشون میگن. اینجوری هم سرگرم میشن، هم مدرسه تعطیل نمیشه. البته که زحمتی نباشه. خواهش میکنم، چه زحمتی؟ خب پس شما تا خانمو ببرید من اینو بازش میکنم. موتور سواری که بلدین؟ آره. چی برات بیارم؟ خودم میارم. جاد راحته؟ آره، نمیدونستم انقدر خوب موتور سواری بلدی. مجله که کار میکردم موتور داشتم. اولین بار سوار موتور میشینه؟ نه قبلا سوار شدم. چی؟ میگم قبلا سوار شدم. نگفته بودی به من کی؟ خونتون که موتور ندارین؟ خب تو خونه اون ندارن، دیگران که دارن. دیگران کی هم؟ دیگران دیگه، این همه موتور تو شهر ریخته. پس موتور غریبه. چرا غریبه؟ پس آشنا بوده. کی بود؟ زمان دانشجویی؟ دیگه تو چی کار داری؟ من حقمه، باید بدونم زنم سوار موتوری کی شده. اونم موتور، حالا ماشین بود یه چیزی. اون موقع که من زنت نبودم. آه، زمان دانشجویی. کی بود؟ هر کی که بود. تو چی کار داری؟ از من پرسید سوار موتور شدی؟ گفتم آره. خب من نباید بدونم که تو قبلا چی کارا میکردی؟ من نمیشنوم چی میگی. صدامو باد نمیاره عقب؟ چرا؟ ولی من خوب نمیشنوم. اون کی بود؟ چرا انقدر جدی گرفتی؟ دو دفعه سوار موتور دای افشین شدم. برو حالا بیشتر رو منتظرم اونجا. اگه آشنا بود اینجوری قایمش نمی کردی ها؟ آره بیا درستش کن. بابا جو من به تو دروغ میگم. چی؟ میگم من به تو دروغ میگم. صدای موتور نمیذاره بشنوم. من بهت دروغ نمیگم. عجب آهوی قوی بوده. خیلی دلم میخواست میدیدمش. تو بهتره اینجا پیاده شی. دیگه
عجب جاییه. میبینی؟ دست خودمه. گفتم که تعجب میکنی. حالا بیا بچه ها رو جمع کنی. من با اینا چیکار کنم؟ من تو کردم شوخی میکنی. میخوایی بکن دیگه، دست دادن که سخت نیسته. بچه ها بیاین، یالا بیاین، خودایین بیاین، جمشین خودایین، جمشین ساکه، گوش کنید، ساکه دو تا خبر براتون دارم، یه خبر خوب، یه خبر بد. حالا کدوم اول بگم؟ خب، اول خبر خوب، آقای پریخانی امروز دیگه نمیاد. پس چرا خوشحال نشدین؟ ما که معلمون نمیومد جشن میگرفتیم. واسه چی جشن میگیریم؟ معلومه که معلمتون رو خیلی دوست داریم. اجازه؟ حتما کار داره که نمیاد. خب بچه ها، حالا اون خبر بعد. آقای پریخانی امروز دیگه نمیاد، اما مدرسه‌تون هم تعطیل نمیشه، چون این خانم بدش اومده. این که زنه. مگه زن نمیتونه معلم باشه؟ ایشون از پایتخت اومدن ببینن شما چقدر بلدین. بنده هم راننده ایشون هستم. حالا هر کی فهمید دستی بلند کنه. پس همه فهمیدین. حالا وظیفتون چیه؟ که ساکت باشین و به حرف خانم گوش بدین. آقا خودش خبر داره؟ اصلا اینا حرفای خودشه. مبصرتون کیه؟ آقا مهربان. اجازه ما. بیا اینجا کارت دارم. خیلی خب بچه ها، این شما و اینم خانم معلمتون. خانم معلم، این شما و اینم بچه های مدرسه‌تون. سختی نیست برات؟ نه، نگران نباش. آره دیگه، از تو بیاموندن که بهتره. خیلی خب، خدا حافظ. محمود، یه دقیقه صبر کن. به بچه چی گفتی؟ چیزی نبود، یه حرف مردونه بین خودمون بود. نگران نباش، برو پیش بچه ها. بچه شما همیشه همینجا این؟ بله، چرا هیچ مردی اینجا نیست؟ پیارامون میرن شهر کارگری. ما هم بزرگ شدیم، باید از اینجا بریم. همه تو؟ نه، دختره وقتی شوهر کنم میرن. وقتی پیر بشن برمیگردن. خیلی خوب، بریم سر کلاس. شما هم اینجا میری مدرسه؟ بله. خودتون باید ببرین فیضالله که بود خوش میبرد. خب مهربان، شما ایشونو ببر. زشت اگر بریم تندیم، شما از خود فیضالله بر یا صفی؟ دیگه من مدرسه نمیرم. آنجا نبرین تو دیگه. فیض‌الله کو؟ نمیدونم. صفی؟ صفی کو؟ صفی کیه؟ پایین، پسر خالشه. خب بهش بگین داده براتش. پایینه. من نمیتونم بیام، بعد اینجا باشم. خیلی خب بریم. سلام. سلام. اسمت چیه؟ جیران. چه اسم قشنگی. جیران چند سالته؟ 8 سالم. تو هم دانش آموز همین مدرسه ای؟ بله. آفرین، چه دختر خانم خوبی. مامانت کجاست؟ ندارم. اشکالی نداره، منم مامان ندارم، مامانم مرده. بابات کجاست؟ رفته کارگری. تو پیش کی هستی؟ من آقام. خواهر برادرم داری؟ بله، یه خواهر را شوهر کرده رفته، یه برادر دارم سربازه، یه خواهرم کارگاه کار میکنه. کجا؟ شما. حتما درست هم خوبه نه؟ بله، شاگرد اولم. آفرین، چه دختر خوبی.
خب چیزای دیگه چی؟ شعر بلدی بخونی؟ قصه بگی؟ قصه گل همه رنگش خوبه، بچه زرنگش خوبه، توی کتاب نوشته، تنبلی کار زشته. خب الان بریم سر کلاس، بچه ها دارن شلوغ میکنن، بقیه شو بعدن. بربا بچه ها یکی میره کیف منو بیاره از کنه باری کلا روزنامه هم که میخونی؟ نخونم اینا مال فیدالله هست فیدالله برای دختر آورده تو شنبا خیاطی داری خیاطی میکنی؟ فیدالله دختر خیاطی یاد میده آقای پریخانی نماینده مجلسه؟ نه قبول نشد دیروز جعبا بود انگوش نونم سیاه کرد بازم رد شد بعد گفت فقیر تقلب کردن پریخانی کیه که اسمش رو کوها نوشتن؟ با شما نسبتی داره؟ خودم هم فکر کردی کیه؟ تا خود شهر هم هست همه هم خودم یه نفری نوشتن کاری انتخاب نشد همیشه باسه کاندیدای واقعی مردم مشکل میگیرن باسه همین مردم نماینده واقعی ندارن اصلا تو فکر هزینه کاندیدای بیچاره نیستم خودت ببین اینو بازش کن ببین همون بهتر که انتخاب نشدم اگه میرفتم مجلس معلوم نبود تکلیف این بچه ها چی میشد عاقبت مدرسه به کجا میکشید این پیر زنها رو که باز دفت رفت میکرد ها؟ درسته اما کاش که یه عکس بهتر چاپ میکردی عکس خیلی مهمه از این بهتر این تازه روتوش هم شده روتوشش نمیگم یه عکس تاثیرگذار شاد پرفکت البته شادش هم داشتم خنده رو عالی ولی خود عکاسه گفت خنده نباشه جدی باشه بهتره شادم میتونه جدی باشه پری خانم یعنی رنگی باشه رنگیش هم داشتم ولی آقا هزینه آگهی میره بالا بلش کن ما دفعه دیگه خواستی کاندیدا بشی یه عکس تو خودم میگیرم یه عکس جذاب مستند شما لطف دارید ولی آخه مردم هم مستند خوششون نمیاد من میام البته خدمت شما ازش عکاسی رو بده خدمتون میرسن مهمیم برای خانه این سربازا زنها رو کجا میبرن؟ کدوم سربازا؟ همینا دیگه از صبح تا حالا دارن میبرن کدوم زنها رو میگی؟ پشت وانت نگاه کن وانت سربازا زنها نمیفهمم چی میگی بابا بابا از صبح تا حالا خودم دیدم چند تا سرباز دارن یه مقدار زنها هی میبرن کجا میبرن اینها این درختی که چیه مال دادم از کار این مردم سر در نمیاد بهتر اصلا فکرش هم نکن یه دقیقه نگه دار چیه چی شده میخوام یه عکس بگیرم عکس الان آره خیلی قشنگه مگه عجله نداری نمیرسیم آقا نه دیگه ولش کن برو برو رفت میخوای دور بزنم نه دیگه لازم نیست مهتابم تنهاست ایشون جاش هم ده خیالت راحت باشه فقط فیضالله میدونه منظورت از فیضالله همون آقای پریخانیه؟ بله آدم به معلمش میگه یا آقای پریخانی یا آقای فیضالله باشه؟ خب برنامه ساعتی پیشتون چی بوده؟ قبلن چی داشت؟ از دومی همون جنگزه
دیکته داشتن از این زنگ حساب دارن از این سومی بزن دیکته داشتن حساب داشتن این زنگ دیکته دارن از این اولی رو بنویسن. مگه شما اینجا چند تا کلاسی؟ چهار تا یکی سم پنگ ایز آقا خیلی خوب. تو باید چی کار کنی؟ قرد دیکتر بچه ها رو میدن. خب پس سومی ها دفترهای دیکترش رو بزن رو میمی؟ یه کتاب فارسی هم بدیم به من. درس چندومی؟ اینه درمون که درمون فرقا. خیلی خوب. ازا از سر ولی میکنه نمیزن چون فیضان رو وقت نکرده بزنه. خب باشه خود آقای پریدخانی میاد میزن. نارمشون رو بکشم. اونم خود آقای فیض الله میاد میکشه. نه خود باید یکی بچه ها برید بیرون داخلاشون رو بکشید دیکتن بگید. ما اسمان اون گیری بری؟ برو دو خوش باشید. خود باید بخونید. نه خانم نه ها خود دفتر رو تا بزشید. بیا بشید. حتی باشه مورو همتون با هم یه دونه؟ بله میدونم باشه مورو. حالا اجازه کجا میری؟ سر آقا واسه ثوابشه بیچاره هیچ گیره ندارم دل شده بودم تو این بیابون. منم گفتم فیض الله چه بهتر یه آخرتی واسه خودت بخری. حاجیم خدا بیامرز میرزا بابای همینا بود. ما اولم توقع دارن دیگه. گرفتم جمعشون کردم میزیدیم کند براشون جور کردم کیف و کتاب و دفتر و همه چی هم براشون ردیف کردم. همشن برزیره خودم. آفرین بابا تو خیلی بزرگواری. شغلت چیه؟ همینه دیگه. پول از کجا در میاری؟ میرسه. یه فصل گوسفند گرفتم، سه تا گاو آوردم، یه تیکه زمین و کشاورزی هم هست، یه تراکتورم دارم دادم دست راننده. بد میکنم؟ اختیار داری آقای پریدخان. من خیلی جاها رو گشتم، خیلی آدم ها رو دیدم، اما تو یه چیزی دیگه ای. گفت گرد جهان گردیدم، خوبان عالم دیدم، وصف بوتان بشنیدم، اما تو چیز دیگری. هر به شعرم که داری نگاه کن، اینم یه وانت دیگه. این که بیچاره گیر کرده. عجله که نداری آقا منو شعری. اوی چی میخوای؟ هیچی بابا فکرم خراب شده، مزاحمت شدم. برو به کارت برس بابا. برو. خیلی خوب. ببین بچه ها اینو اینطوری میگیریم میچرخونیم بعد برش میگردونیم. تو بیا. اسمت چیه؟ ستاره. آفرین. ستاره چرا ناخوناتو اینجوری کردی؟ اجازه همش ناخوناشو میخوره. ناخون به این کثیفی میخوری؟ اجازه دروغ میگه نمیخوریم توف میکنی. خب میکروبش که میده تو دهنه بس تو بخوره تو میخوری. همش میدرده خیلی ترسوه. از چی میترسی ستاره؟ از قطار رو باری. قطار که ترس نداره ها؟ نه نه این رفت از قطاری هم میده تر. این که چیزی نیتی خواه بگم؟ بگو 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 اونجاگه شلوار شویزی نه اون شلوارا بیه. مگه ترسیدن گناهه؟ آدم که نباید همدیگه رو مسخره کنه. خیلی ها ممکنه بترسن. منم بعضی شبا میترسم. این هم کجا ستاره؟ کریستوف کولومب. کریستوف کولومب. قاره تازه ای را ایزه خانم بلندتر بگی ما نمیدانیم. ساکت باشین بچه ها میفهمید. با هم حرف نزنی. قاره تازه ای را کشف کرد. ما جا موندیم از دوباره
دوباره تکرار میکنم. کریستوف کولومب قاره تازه ای را کشف کرد. خسته نباشی، سخت نیست برات؟ خونه مال خودشه دیگه، کسی رو نداره. خونه مال خودشه، کسی رو نداره. آخه با این وضعش کجا بودیم؟ کشم. خب ستاره بیا. کی برات گرفت؟ صحرا یکم کج گرفته. نه خوب گرفته دیگه، باری کلا. برای دفعه اول خیلی خوبه. ببین خودتون بلد باشین چقدر بهتره. دیگه کی مونده؟ نازی و جیرام. خب اونا رو خودم میگیرم. نازی بیا. بیا عزیزم، دستتو بده. چقدر دستات کوچیکه. چرا عرق کردی؟ دستات گرمه. چی؟ بلندتر بگو، نمیشنوم. میگه دستت گرمه. کی این اسم بسات گذاشته؟ بابا. یعنی چی نازی؟ نازعلی. آها، پس تو نازعلی هستی. خب قاره آمریکا. تو هم بابات رفته شهر؟ آره. از کی ندیدیش؟ از عید. اینجا با مادرت زندگی میکنی؟ اجازه مادر نداره. پس تو پیش کی هستی؟ فامیل علایه. علا کدومه؟ در جالیه. برو سر کلاس. بچه ها دیکته هاتون رو بیاریم. ستاره برو. چرا کولومبو با و نوشتی ستاره؟ اجازه خانم اشتباه کردیم. با اوه دیگه. کریستوف کولوم کی بود؟ اجازه خانم یه زن افریقایی بود. اولا که زن نبوده و مرد بوده، دوما که افریقایی نبوده. اجازه خانم الان میافته. سهم ما دو نهد افتاد. قلب ما نیبا داد تو ما افتاد. بچه ها با داریم. بچه ها با داریم. بچه بیان. احمل آتیش بربر بیار تو تنه اون کاسه کم بیار. قوت نداره، قوت نداره. بلنج کرده الان میریم پایین شربت بهش میدیم. بچه کیف منو بیاری. بابا خیاطش ریختن نباد ریختن. بابا کفاش دیره ریختن. من رو به مار کرده بس چه قلنج کرده. نه یا اینجا گلت آبه باته میچست به گل و آب. میخوام اینو بهش بدم بخوره زود حالش خوب میشه. خوب نمیشه، این هرچی بخوره حوق میزنه. ولی براش خوبه، توش ویتامین داره، قوت میگیره. این بدبیاره خانم. این بدبیاره. اینه با روزی سه بارم میفته دیگه، با همه را میترسونه. بلند شو تو با بلند شو دیگه، بیار شده دیگه. با بلند شو، بلند شو، ما را ترسون دیگه. بلند شو بابا، شو بچه ها بریم کمکش کنم. داری داری تو برا بوده ای نجفتم کار نکنی. قشون رو بر شده خودت افتادی برای شما دارش نظرش تو میشه. این دو
این فیض الله نیسته، صبح رفته. کجا رفته؟ نمیدونم، با شوهر این رفته. همین امروز که من کار داره اون نیسته. رفتن چایی بر میگردن. سازور میا؟ نه خیلی، فکر کنم طرفای غروب میا. تا چند میا؟ تا دو میا؟ نخی دیرتر. تا سه میا؟ نخی غروب. تا چهار میا؟ بله ایشالله. بس بیزه من این نامه رو بره من بخونه. نه باشه فیض الله، خوش میره، الان قطار میره. این کی بود؟ سوزنبان اینجایه، هر وقت نامه داره میاره فیض الله بخونه، بعدش هم میقافه و میره. دازه خبر بعدی باشه. نگران کسیه؟ نه هیچ کس هم که نهره. خیلی خوبه، بچه ها برو زنگ تفریح. بچه ها دست آن شد بودو این اونجا بریز. خب نریز سفته. آها قشنگ خطه مار بگو. ما اینجا اینجا رو بار باگی آی بیان بیان که دورو گرد اومده. هرچی میخواستین آوردم. ای بابا بیان دیگه. احبا احبا بیا آقا فیض الله، بیا همشهری. امروز همش بچه‌ام زیاد بود. اون از پنجره تو بیابون، این از بیسان. با ننه هنوز که تمومش نکردی. بابا چرا اینقدر لفتش میدی؟ این مشتریش الانه ها، بعدا نگه از اون خریدی ها. خیلی موز میدی؟ بفرما دیر میرسونی؟ نه قم میزنی. بیا جمع ستا بردن. بچه این گار گرد اجازه الان که فیض الله بنزی داری با خرد بدی تا به سنده هم بزی. آقا فیض الله موتورت بنزین داری یا داری به قرض بدی؟ بنزین هم تکشیده. اینجا که نی تو برای چی اینجا خوابیدی بچه؟ پس آقا فیض الله نی رفته سر گابا. اجازه خیالش راحت شد، الان که مخمل صدا میکنه. پس مخمل کجاست؟ مخمل یه چایی به ما نمیدی؟ الان که نمیمانی پشما چیدی؟ پشما حضره؟ ها؟ کجایی ننه بمانی؟ الان دوباره سراغ مخمل میگیری. کی؟ قبلا استوار بوده، فیضل خیلی ازش بدش میاد. پارچه، تناب، دمپایی، فانوس، بودو، پلاستیک. بیا که هر راجش گردم. زرچوبه، فلفل، دارچین، کفش بچه گونه. به به چه رو سریایی، چه رو سریایی. میبینی؟ میبینی خانم؟ جنسام همه مرغوبن. نه ای که بخوام تعریف کنم ها، نه مشتریام عاشقن. جنس بد نمیتونم بهشون بدم. تازه وجدانم که نباشه فیض الله که هست مگه میذاره؟ میگم شما عبه داشتی؟
نخیر. دیدم ماشین بیداش اینجا نیست. آی تو با خانم برات برات گرده ده تو آوردم یه ذره، فقط یه ذره شو بزن زیر لافت و شکل یه سال خیال از بابت شفش راحت میشه. تصمیم اخمر کجا را؟ یه پیاله چایی ازش خواستیم. بفرما چایی بفرما. خودش کجا رفته؟ مخمل داره برای شوسری آوردم. باهار توش نکردی؟ نه باهار ما کجا بود؟ دست درد نکنم. شما نه خانم همه جوریش هست، ژاپنی، کره، مالزی. چی؟ ها؟ خیلی ممنون. میگم شما واسه آمار اومدی؟ نه میگم آخه آدم یه همه را بکنه توی بر رو بیابون بیاد اینجا واسه آمار اینا یه چند تا آدم کجا به حساب میگیم؟ احمد لااقل یه روسری تو بگی. بچه ها همه سر کلا موضوع چیه؟ کمک خانم، فقط کمک. این بیچاره ها موندن اینجا آتل باطل، نه کس به فکرشو و نه دستشو به جوبنده. منم که کار نمیتونم براشون بکنم. بازم خدا پدر شما رو بیامرزه که اخیریه اومدین اینجا. خیریه واسه چی؟ بله خانم، مگه خیریه دنبال دردسره؟ آی گلبانو، چی برام جمع کردی؟ مرغی، تخم مرغی، جوجه ای، چی؟ هیچی نداره. انانه تو که نپرسیدم بچه، از گلبانو دارم میپرسم. گلبانو هیچی نمیخوام. هیچ کدوم هیچی نمیخوام. فیضالالیست من گستم. قصر داد میزنی مخمل مخمل. خانم نزنی. حرف فیضالالو نمیذاشت. فیضالالو رفته؟ شما معلم تازه این؟ ای خدا پدر تو بیامرز خانم. این بیچاره رو از شر رو خلاص کردی. بعد وقتها رو از کار زندگی انداخته بود. بیان. بیان که شیرینی داریم. هر کی بخواد بیا. بیا بیا. بیا بچه. نگاه کن. خانم جون مدرسه خوبن، درس خوبن، سواد خوبن، اما این بدبخت هم باید به کار زندگیشون برسن یا نه؟ همین تو این بای انتخابات که فیضالو نبود چقدر از من پول گرفتی؟ 500 تومن. نه؟ بگو بره چی؟ صبح فقور رو میرفتیم برای در رو بود تا کل شطور جمع میگردیم آخر سریم قدی کلی 500 تومن. مگه کم بود؟ فیضالو خودش قیمت کرد کلی 15,000 تومن. بود 15,000 تومن بود، اما 500 تومنش که شما میگرفتی. خب حالا یوسف بگو بگو دیگه. داشتی به عمر تو کرک شطور جمع میکرد ما رو این صد جا به جا مرد گردن گرفتی؟ حالا نذاری حرف فیضالو بود نمیذاشت. خیلی خب شما برید سر کلاس. مهربان تو هم برو. چشم خانم. آقا شما جنساتون رو فروختی؟ چی شد ننه؟ چیزی نمیخواین؟ اخ معلومت یا بهش میدین. چیزی هم خواستین یه ماه دیگه برمیگردم. بدهکاریاتو هم زیاد شده ها. حس میکنن داره میزاد، فقط خدا کنه که سالم باشه. کی داره میزاد؟ همون گوسفندی بیچاره که صبح دیدی. از کجا میدونی وقت زاییدنشه؟ اصالتش مثل آدمیزاد میمونه، فقط زبونش فرق داره. حالا چی شد یاد اون افتادی؟ آخه من اینا رو بیشتر از بچه هم میبینم. سالم بودنش برات اینقدر مهمه؟ الان که به دنیا میاد یه بره است. 3 ماه دیگه یه گوسفندی که 30 تومن پولشه کمه. عجب بس بی خود نیست نگرانش هستی. تو با که نه اون که تو اونه گوسفنده نه میدونم نه میدونم.
ترک نکنین، ترک نمیدونم چی شده اون بسته. ترک نکنین، ترک نکنین، بیاریم بیرون. جان، ای جان، میخواد بذار ولی سختشه. ای جان، ای جان، جان. برداز، مثل آدمی زاد است، خیلی سخت میزد. من نکه بگی نمیتونم بزنم، برین ننسی بلار بیرون بهتره. اگه بیمیرم میفته گردم به نفر فیضلار پیدا کنم. جان، جان، دوم وقت سخته. جان، جان، برد سخته. یه خود آب بیارین برش، یه خود شیر بیارین، اسمن بیارین دود کنین. دخترها بریم بیرون، دخترها بریم بیرون. چاقو بیارین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه ها بریم. بریم، بریم. دردش زیاده؟ درد مرا زاوه من. خودم 8 تا زایدم. با درد بکشه دو زاوه میکنه. درد بچه زاوه رو آسوم میکنه. بچه رو مزیستر میکنه. دالا چند تا شکم زایدی؟ هیچ. پس اینجا نمون، نگاه نکن، برو. فردا بره تو هم سخت میشه، برو بیرون. اللهم صل علی چرا حالت به هم میخوره؟ بوغ میزنی؟ شربت بخو دل جا بیا. دستتون درد نکنه. سرشون بگرد. سخت میزاد؟ من روزگار همینه دیگه. یکی میمیره، یکی میزاد. خیلی ممنون، من گرسنم نیست. شما میدونم زحمت کشیدیم. خواهش میکنم خانم، این چه زحمتیه؟ فیضالله هر روز یه جاست، هر که چیزی میاره میخوریم دیگه. حالا اگه گشنه‌تون شد بگیر. من چی نگاه میکنی؟ راحت باشه، دست مرده زایده. خانم فیضالله برنگرد. نه خیلی، گفتم به تو غروب میاد. من غروب کار دارم، پس این نامه هم بدم کی بخونه؟ بخوریم بچه ها، بخوریم. آشو یه مرم بگیریم. آب بخوریم. خانم جا بخوریم بالا.
اولته؟ بله؟ میگشی که من اولته؟ شما از کجا فهمیدین؟ خیال کردین همه غذا برای کیه؟ همه میدونن. مهربان چیزی گفت؟ به حرف اینا نیست که با چشمانت، با راستنت، با تند و تیزیت پسر میسون. بیداخله نگفته چی که من اولیته؟ نه خیلی سوم. پس دو تا داره اونا کجا هست؟ به دنیا نایمدن، تو شکمم مرد. ها، تو بس بچه قسم میکنی؟ نرزد ایشالله قبول میشه، مادر جون. وامونده انگار درست میشه، نیست که نیست. یاده که همه چی رو دارم تو این جعبه الا همه یکی رو. تو کارت تمام نشد؟ آقا فیض الله، میخوای برگردی برگرد. من یه وانتی چیزی میگیرم خودم میرم. همه عکاسا مثل تو هم؟ تو هم با موتور خراب کجا برن؟ باید درستش کنم یا نه؟ به خدا با آدم میخندن، من تو این جاده تریلی رو انداختم، کامیون درست کردن. اگه هواپیماشم میخورد به امونم درست میکردن. ولی تو کار موتور خودم موندم. کار خدا رو میبینی؟ گمون میکنم کارمو به نصف شب برسه. آقا منوچهری، اگه شب اینجا بمونی که مشکلی پیش نمیاد. میریم خونه ما، فردا میریم مشهد. حضرت که همیشه اونجا هست، بچه هم که فقط گیره امشب نی، فردا هم که برین حضرت قبول میکنه. نه باید بریم، امشب زنگ میزنن اونجا، اگه نباشیم نگران میشن. پس را بیافت بریم کی به دادمون میرسه. یا بریم اون این میلگاهگاهت هم که درست شده خودت بردار بیا. حافظ زاد تو برو، من خودم بهت میرسونم. واسه چی؟ فکر میکنه یه ابره کی برسه اینجا؟ من از کجا بدونم؟ ابر دیگه، یه روز هست، یه روز نیست، شاید برسه، شاید نرسه. میدونی، تو کویر هیچ حساب نداره. را بیافت بریم. واسه چی نمیای؟ عکسش قشنگ میشه، این جاده و کوه و ابر ولگرد. راستی این شعر رو شنیدی؟ آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد، خبر ما رو با خود خواهد برد به شهر. یعنی بمونیم اینجا، اون ابره بیاد اینجا، تو ازش عکس بگیری؟ بیا بریم بابا، دلت خوشه. برو بینم. بیا دیگه، تو که اهل شعر بودی، وایسا. عکس؟ آره عکس. همین عکسو که میندازی؟ بله همین عکسو. دونه 10,000 تومن؟ 10,000 دلار، 15,000 دلار، 20 شاید هم بیشتر. چی مگه توشه؟ این تیکه ابر که همه جا هست، کوه که هست، درخت که هست، آدم که هست. آدم، زندگی، بچه، گریه، خنده، اون چی که مهمه اون حس توشه، اون لحظه‌ای که تو شکار میکنی. دونه 10,000 دلار. هم میشه دوگه تو ببینم؟ مواظب. آقا فیض الله، دنیا داره رو عکس میچرخه، کجای کاری؟ شما هم که میری دنیا رو میچرخی. آقا من رو شدید، اینه دونه چنده؟ اولش گفتی رفتی فرنگ همه جا رو گشتی، فکر کردم به خاطر مشکل خانومته. خب اونم بود، میدونه که خانوما راجع به این چیزا حساس ترن. ولی هنوزم گیر بچه ای نه؟ بچه جزی از زندگیه، زندگی رو کامل میکنه، ادامه میده. جز زندگی هست، ولی اگه نبود که نباید بگیم زندگی تعطیل شده که.
تو ازدواج کردی؟ یه 10 سالی میشه. خب منظورت بچه هست؟ 2 تا دختر دارم، 7 ساله و 3 ساله. البته ناشکر نیستم، میدونید خدا دختر رو میده صبرش هم میده. از زندگیت میزونه ها؟ میدونی آقای منوچهری، بچه مثل داروه، هم مرض رو درمون میکنه هم یه درد تازه میاره. من که سر در نمیارم. راجب چی حرف میزنیم؟ خارج رفتن شما. ولی نپرسیدین من هم فرنگ رفتم یا نه. حالا رفتی؟ بله. کدوم کشور؟ جرمنی. کجا؟ آلمان. یه حاضری چیزی؟ عجب، توریستی رفتی یا دوره چیزی بود؟ نه بابا، رفتم گاو بخرم، بانکی گرون بود ولی میارزیم. گاوای نومن شیرده که میگم اونا دارن. آها آفرین، هر کی سر جای خودش. خب حالا چهارمیا حساب سومیا رو سعی کنن، سومیا دیکته دومیا رو، دومیا رو نویسی اولیا رو. حساب بگیریم، 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 حساب بگیریم. ایز خانم نوبت چرا نمیره؟ از دفعی نوبت چه نمیره؟ من که تو طویله بودم نمیتونستم برم، فردا میرم. فردا باید بری سر گوسفندا برو دیگه. نمیرم، این فقط امروز اینجاست. صفی کجا باید بره؟ سر زمین، برو دیگه، امروز باید تو علایه. نه نخوادیم، حالا علا اونجاست. من که نمیفهم، یکی قشنگ برای من توضیح بده چی شده. اجازه پسر نوبتی من سر زمین فیزالا کاگوستانش هم هستم. سیستم جالبیه. اسم دوسته چی بود؟ علا. علا، خب شما غذا تو بخور، برو بگو علا بیاد. اجازه؟ نمیتونه بیاد، با قطار فرار کرده، فیزالا یه هفته جریمش کرده. وسایلتون رو جمع کنیم. فیزالا نیومد؟ هنوز که غروب نشده. شما هم که دارین میرین؟ نه خیلی، من بر میگردم. خدا نگه داره. علا، علا بودو بریم. علا اینا یکی هر علا حالا ما رو بیدو خود یکی افتا تو زمین فیزالا فرار کردن. مهربا ببین علا کجاست. نمیدونه علا کجا رفته، معلومی کجا. اینجا علا میر ملو آقای هم خونو تنها نزار. دستان رفت رستگی، ما گارستگی ماردیم. حالا خود دار فیزالا رو میدی؟ به خود قسم خون که فرمان نمی کنه. کجا میری مهربان؟ وایسا
کرده. اینا خبر بدم باز همون فرار کرده. الو اینا جای خودش گذاشته. الو چی شده؟ سوال کردیم بودم فرار کردی. مهربا برگرد. این کیه؟ مهتاب خانم ورده فضلا آمده. اون دیگه نمیاد؟ خانو فقط بودی گفت بیان که تو درس بخونی اینجا چجوری؟ پس علا تویی همه رو ترسونی تو که؟ چرا این فرار میکنی؟ من فقط یه دفعه فرار کردم. چرا اینجا رو دوست نداری؟ دوست دارم همه خواستم قطار کجا بیدن. فقط برای همین؟ آره. حالا فهمیدی؟ نه سوار شدم رفتم ایسکو منو گرفتم برگردم. حیف شد نه؟ دوباره سوار میشم قایم میشم میرم دیگه هم سفر میگم. برات غذا آوردیم. بله سلامت بدن. ستاره کجا میری؟ بچه ستاره کجا رفت؟ گفتیم که از قطار میترسه. بچه ها بیاین دیگه. ستاره جون برگرد. ستاره بچه ها بیاین. بچه ها وایستین. یکی بیاد منو ببره. من که میدونم کجا قایم شدی. Daddy!
گیجم نکنین دیگه. اینجا خطر داره. خانم گفته. خانم مگه نبودم یه خطر خانم. قطار رسید. بچه کجا میری؟ قطار داره میاد. آقا
ترسیدم که دیگه نترسیدیم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ آره. سخت نبود؟ نه. این کی بود؟ سوزنبان اینجاست. تو راهن آشنا نداری؟ چطور؟ خواستم یک کاری براش بکنیم. های بچه ها! اینم یادگاری شما از ما. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. خدا حافظ شما. ممنون از شما. خیلی ممنون. بله، واسه جان. خانم دست شما درد نکنه. افتادین تو زحمت. ببخشید تو رو خدا. خواهش می‌کنم. خدا حافظ شما باشه. بچه‌ها، برید به کار زندگیتون برسید. گاوا فردا ول نشن عطا. گوسفندا فردا نوبت کیه؟ نوبت هر کی هست خواب نمونه. برید که فردا خیلی کار داریم. ببخشید. خواهش می‌کنم. بچه‌ها خدا حافظ. خدا حافظ. بریم دیر شد. فراموشتون نمی کنم. ما باید بریم دیگه. خدافظ. خدافظ. اجازه خانوم؟ بله. منو میبره اونجا که قطار رو میرن؟ ما که نمیتونیم. بریم دیگه بچه ها. از تو باید پرسید. حالا خیلی بهشون توجه نکن.
بازم دارن میان من. نگاهشون نکن. خودشون برمیگردن. خدا دارن دنبال ما میدونن. حالشون نذار. خسته میشن میرن. تو بهشون بگو نیان. گناه دارن. ما دیرمون شده. اینجوری هر دومون معطل میشیم. خداحافظ. یه دقیقه صبر کن. بچه ها داشت یادم میره. اینا مال شما. به جیران هم بدی. مهربان به همه تقسیم. خب؟ اما به یه شرطی. چه شرطی؟ دیگه دنبال ما نیای. خب؟ دقیقه نگه دار. بچه ها مگه قرار نشد دیگه دنبال ما نیای؟ جیرانم تنهاست. برگرد. آفری. یکی بیاد منو ببره. یکی بیاد منو ببره. بازم که میان لاغر یه خورده یواشتر بارو خاک نخورم. با یواش برم که میدونم میرسن. میگه توندم برم که میگه خاک میکنم. من نمیدونم چیکار کنم. منم نمیدونم. نگهدار. نگهدار من. نمیخواین برگردین؟ ما باید بریم. راهمون دوره. هی میدوین اینطوری که نمیشه. ما مجبوریم تون بریم خاک بلند میشه. یواش هم بریم که شما به ما میرسیم. اگه ما یواش میریم برای این نیستش که شما بیاین، برای اینه که خاک نخوریم. این کار خستتون میکنه. منم ناراحتم. برگردین. خواهش میکنم. میتونی یه کاری کنی؟ چه کاری؟ چشاتو به من که نبینشون اینطوری راحت تر. هنوز دارن میان؟ نه دیگه نمیان. اینو ببین. چیه؟ نازیکیش. نازیکی؟ ما پسره که اینا را مثل اینکه دیگه نمیان. خیلی عقب موندن. یه ترمز میزنیم. با تو مثل که قاطی کردی. خیلی تکلیف روشن کن. میخوای بیان یا نمیخوای بیان؟ باید بهشون گفتی برن. اونا هم رفتن دیگه. حالا من میگه وایسا. آره وایسا. خودم هم نمیدونم محمود.
اذیت هم نکنی، ترسم از دست ما برنجم. خواهش میکنم. Thank you.